سلام، سلام به شما عزیزان هر کجا که هستید و امیدوارم تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو و امروز 18 تیر ماه سال روز دو رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران. چند دهه پیش در چنین روزی 18 تیر ماه 1359 گروهی از افسران، درجه‌داران و غیر نظامیان در ایران بازداشت شدند به اتهام آنچه که حکومت کودتا علیه نظام برخاست از انقلاب نامید و مخالفان انقلاب تا به امروز آن را قیام نامیدند، قیام نوژه. ده ها افسر و درجه دار و غیر نظامی از جمله افسران ارتش نیروی هوایی و خلبانان ارتش ایران، نیروی هوایی ایران تیرباران شدند. پس از محاکماتی پشت درهای بسته، پس از شکنجه های بسیار، از کسانی که بعدها مستر امور شدند و پیش از آن با پایه‌گذاران وزارت اطلاعات حکومت از جمله آقای سعید حجاریان بود که مستقیما نظارت داشت در بازجویی ها و شکنجه ها و کسان دیگر. سالها بعد در سال 1378 خورشیدی در چنین روزی تهران و برخی از شهرهای ایران شاهد اعتراض گسترده دانشجویان شد، دانشجویان ایرانی که مورد حمله نیروهای نظامی و غیر نظامی حکومت قرار گرفتند و بسیاری از آنان به زندان رفتند و چند تن نیز کشته یا مجروح شدند. در سالگرد 18 تیر ماه به مناسبت سال روز این دو رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران، در بخش نخست برنامه با من و شما هستند از کالیفرنیا آقای خسرو بیت اللهی که در آن زمان سروان نیروی هوایی، خلبان نیروی هوایی ایران بودند و از دستندرکاران در رویداد نوژه، آنچه که قصد براندازی حکومت برآمده از انقلاب را داشت تا مانع شوند پیامدهای به حاکمیت نشستن روحانیت شیعه و رهبری آیت الله خمینی. همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراه آقای خسرو بیت اللهی تا لحظاتی دیگر. آقای بیت اللهی گرامی، سلام و درود به شما در کالیفرنیا. درود بر شما جناب شلگی و درود بر بینندگان شما در سرتاسر دنیا و واقعا خوشحالم که در خدمت شما هستم. چه شد؟ چه شد آقای بیت اللهی که حدود یک سال و چند ماه پس از آنچه که پیروزی انقلاب نامیده شد، شما افسر جوان نیروی هوایی ایران و افسران دیگر، درجه داران و کسان دیگر به فکر و اندیشه براندازی حکومت برآمده از انقلاب بر اومدید، چه می دیدید در جبین این حکومت؟
روند در واقع اعدام ها روی پشت مام و برنامه که در واقع بر نظامیان رفت و دیگر واقعا کسانی که مستخدمین این مملکت بودن و زحمت کشیده بودن، ما این روند رو دیدیم که داره به بیراهه میره و این در واقع اسب تروها سلمجی جلوش گرفت. نچند گرد هم آمدیم و تعهد کردیم و بنا گذاشتیم که این واقعا شرمندگی برای ماست که بتوانیم زیر چنین حکومتی زندگی کنیم یا دستور بدیم. این نه جنبه ایرانی داره، نه در واقع خب اون موقع این چیزها هم پیش نیامده بود که ما این زاویه ها رو بتونیم ببینیم، ولی همون که دیده بودیم که در واقع به ملت ایران اون جور دیگر داره روا میشه، اعدام میشن بدون دادگاه، بدون کوچکترین گذشته، ساختگی، مسائل ناهنجار، تفنگ در دست بچه های 9 ساله، هیچی در مورد تفنگ و هیچی نمیدونن، گرفتن مال مردم، همه این چیزا در واقع به ما یه هشداری رو داد که این روند از هم گسیخته مملکت است و پیامدهای بدتری خواهد داشت. پس باید کاری کرد و اون رو برانداخت. من شکی ندارم که یک در واقع نبرد نابرابر بوده. خب آدم هم در برابر نبرد نابرابر میاد یک حرکت متحورانه رو انجام میده. این بود که ما برانداشت که آقا این کاری بکنیم. اینکه جنبه کودتا بخوان بگن، کودتا یه تفاوت های عمده داره که صرفا نظامیه. بخش بزرگی از این جریان نیروهای در واقع شخصی بودن، سیویل بودن، مثل بختیاری ها بودن، مثل کرد ها بودن، مثل بلوچ ها بودن، خیلی ها بودن. اینا نیروهای شبه نظامی بودن که می توانستن کمک کنن به حرکت تاقو در واقع نگهداری پس از پیروزی. در نتیجه من میتونم بگم یک قیام بود، یک قیام کلی بود. حالا تعدادی هم دستگیر شدن که همشون شاخص هستن و به نظر من یک به یک واقعا تافته جرا بافته بودن و کسانی که در واقع پا به این راه گذاشتن آدم نادانی نبودن، آدم آگاه بودن. این که بعضی ها میگن که این چون همه در برش میدونستن یا فرض میکنیم حرکت نابخردانه ای بود، اینها به نظر من اثر بخش نیست در یک کار تحولی که میخوای انجام بدی و یک دگرسازی که میخوای بکنی. بگونم در مرد رهی در روزی به نام خون بارد این مسئله مهمی بود. اما به طور کلی امروز به نظر من جا داره که توی این مدت 39 سال در این مورد ما صحبت کردیم، از تمام کسانی که در این جریان شرکت کردن، چه اونهایی که جانشون از دست دادن، چه اونهایی که ساری من و همچنین دارن تکاپو میکنن و فعالیت میکنن، با تشکر کرد. ببینید اونهایی که در واقع اسیر شدن و اعدام شدن و به دادگاه های بیدادگاه ها در واقع بیدادگاه ها رفتن بدون هیچ برخورد درستی داشتن وکیلی، بلان هر چیز چنان به اون را شکنجه شدن، شناختن جسد اونها هم مشکل بود برای خانواده ها. بزار کلی من باید بگم که تبریک میگم به یکایکشون با توجه به تمام مرارت هایی که کشیدن خانواده ها، از همه چی در واقع سلب شدن، ممنوع شدن، سرخورده شدن، سرزنش شدن به واسطه مردم ناآگاه. بنده برگزار پوزش میخوام و امیدوارم که روزی برسه که جواب این مسئله رو گرفته باشن و بدونن که فرزندشون یا همسرشون یا برادرشون یا خواهرشون در راهی که قدم گذاشتن به چه دلیل بود، به کجا بود و چقدر اهمیت داشت که اینها میتوانند نگهدارنده در واقع ایران باشن که از دیرباز همینطور بوده. این تکرار تاریخه به نظر من، در صفحه تاریخ شاید یک ختم جا نگیره، ولی اون چیز مهمه این حرکتی بود متبرانه، وطن پرستانه و خالصاً ملی و ایرانی. خب شما پیروز می شدید در 18 تیر 1359 خورشیدی،
خواست شما چه بود؟ تصمیم داشتید چه نظامی رو بر سر کار بیارید؟ کاملا درست. ببینید آقای دکتر بختیار آخرین نخست وزیر در واقع سیستم گذاشته بودن. ایشون هیچ وقت استعفا نداده بودن. در نتیجه به نظر من نخست وزیر ایشون ادامه داشت. ایشون به نظرم خیلی مسائل رو عنوان کردن که رفتن به روش دموکراتیک و دنیا دموکراتیک چگونه است و چی خواهد بود. به نظر من خیلی درست گفته بودن. ما تا امروزه دارن بهش فکر میکنن که کاشی اون روز هم در واقع از خود دکتر بختیار حمایت کرده بودن که نکردن و امروز برای پشیمانن مردم. به نظر من صحبتی که دکتر بختیار کرد در روشی که دکتر بختیار داشت نیازی به این انقلاب نبود. میشد همیشه تغییر داد، میشد درست کرد، میشد پایه های اصول دموکراسی رو چید. بر اون مبنا به هر حال من شکی ندارم که یک روش دموکراتیک در پیش میگرفتیم و خب پادشاه مملکت هم که در قاهره بود اون موقع در بستر بیماری بود ولی به هر حال زنده بود. بر صورت من فکر میکنم مسائل عمده‌ای داشتیم که میتونستیم به ملت در اون بگذاریم. بحث ما این بود که ما یک روش کشوری در بیاریم که دموکراتیک باشه. خب بالاخره یک چیزی هم دستگیرمون شده بود که روش رو با تغییر داد. خب این مسائل میتونستیم رأی مردم رو میتونستیم خیلی کارا بکنیم. مهم این بود که در واقع این جرثومه فساد به نام جمهوری اسلامی نباشه. در برایش بسم راه شده و زمینه رو آماده کنه برای گفتگو، گفتگوهای شایسته، گفتگوهای بایسته نسبت به آینده من. خیلی ها مدعی شدند که به اصطلاح کودتا رو کشف کردن و لو دادن و به این موضوع هم افتخار کردن. سازمان های مختلف سیاسی از فدایان تا مجاهدین تا بقیه و بقیه و حتی کسان غیر حزبی که من برخی از اونها رو میشناسم یعنی بودن و حزب توده علنا با صدای بلند و افتخار این رو اعلام کرد و به واقع چه کسانی نقش داشتن در لو رفتن این کودتا یا قیام یا هر عنوان بینندگان عزیز ما قضاوت خواهند کرد خواهند این آی چرگی. ما بالاخره دور از مملکت خودمون هستیم و چنان سیستمی رو در دست نداریم که بتونیم پیگیری کنیم مسائل. این مسائل برای پیگیری کردنش هم خرج داره. همین یک مسائل دولت هاست، مسائل ملت هاست، مسائل خیلی چیزا هست. یک جریان بین المللیه که به دنبالش باید. ولی اون چی که در واقع خود آقای جانوری گفته بود روز دوشنبهش در واقع روز 20 تیر که اینها کودتا رو لو دادن یا از چه گوشن کودتا و خدمتی کردن به جمهوری اسلامی و ایران، این زاویه بود که اونا گرفتن. حالا چقدر صحت داره باور کنید من نمیدونم اینا رو. برای خب آقای عمومی هم اخیرا تایید کردن صحبت های آقای کیانوری رو و تایید کردن که بله حزب توده بود که کودتا رو. شکی ندارم که در واقع شاید هم درست باشه، شاید هم نمیدونم. میگم چیزی برای سنجش چنین مسئله ما فعلا در دست نداریم، مگر در روزش باشه کسانی که زنده هستن دنبال کنن. میگم یک مسئله سیستم بزرگ اطلاعاتی میخواد و روابط بین المللی در صورت. گروهی از خلبانان ایران هم ردیفان شما، من گمانم این هست هم دوره شما بودن، مثل خلبان ناصر رکنی، خلبان جهانگیری، خلبان ایدی محمد بویری که همکلاس دبستان و دبیرستان من بود، اعدام شدند. تعداد افسران خلبانان ایرانی که اعدام شدند در پی این رویداد شما به ما خواهید گفت و چه نوع محاکماتی بود؟ بخشی از اونها هست این محاکمات و روند شکنجه هایی که بود تا اونجایی که شما اطلاع دارید. من اون چی که شنیدم از خانواده هاشون شنیدم پس از اینکه اعدام شده بودن پیکرشون رو به تحویل میدادن نمیتونستن که پیکر تشخیص بدن که در واقع مایی هست، یا از روی پیرهن رو از روی علائمی که روی بدنشون بوده میشتن یا از روی موسرشون. به این شدت اینا رو در واقع شکنجه داده بودن.
تمام اینهایی که گفتید، دوستانی که گفتید، یعنی اصلا که بودید، همه با هم دیگه مثل برادر بودیم، مثل حالا با یک درجه بالاتر پایین‌تر، برای همه با هم دیگه زندگی کرده بودیم، همه با هم دیگه پرواز کرده بودیم، همه با هم دیگه از یک تنک اکسیژن استفاده کرده بودیم سالهای سال. برای ما شاید نزدیکترین افراد خانواده کسانی بودن که هم دوره‌های ما بودن، به خاطر که بیشتر با هم بودیم در جریان پرواز، چه شب چه روز، تا با خانواده و این چیزا بودیم. در نتیجه یک آمیختگی عجیب و یکدیگر داشتیم، همه در واقع همدیگر رو خوب میشناختیم. در صورت این پیوستگی بود که شاید نتیجهش هم این شد خیلی راحت توانستیم همدیگر رو تشخیص بدیم که می توانیم یک کاری رو انجام بدیم. به حال برگردم به سوال شما، اکثر خانواده ها در راز جسدی که دسترسی بودن از روی علائم بوده، به طوری که به صورت واضح نتون صورت بشنسن، و حتی در جایی که خاکشون کردن که بهش میگن لعنت آباد، فکرم در فیسبوک نام شکل شدیدی که آب میگیره و فیلان، نه حق رفتن هم ندارم خانواده که بخوام برن سر گورهای عزیزان خودشون. در حال مشکلاتی که تا این 3 سال باش دست پنجه نبود. در کجا هست آرامگاهی که حکومت اسم اونو لعنت آباد گذاشت؟ در بهزهرا، حالا قطعش نه نقطه چنده، ولی میدونم در بهزهراست و نزدیک بخش توالت عمومی است و اونجا رو آب میگیره و دجنزار میشه و میشه. من این رو پرسیدم به خاطر اینکه احتمال داره بینندگان ما به تمایل داشته باشن، برخی از اونا نسل جوان، هر دلیلی سری که میزنن به بهزهرا و دیدار من. چون نسل جوان ایران ظاهرا اطلاع چندونی نداره از اون چه که در همین دیروز تاریخی ایران روی داده. نظر شما چی هست؟ ببینید آقای چراغی، یک کاری که کرد در واقع رئیس شهری آمد اینو گفت کودتا، که در واقع حرکت ملی بودن اون رو در واقع پنهان کنه. یک حرکت ملی بود، یک حرکت همگانی ملی بود. کوتاه یه بخشی از ارتش به صورت قاطع یه کار انجام، این اونجوری نبود. 14 روز کار شده بود، رفت آمد بود، فلان اله بله، بین افراد سیویل، افراد غیر نظامی، خیلی الان غیر نظامی ها ادام شدن، از بختیاری ها، از بلوش ها، از خیلی دیگه. به هر حال این یکی دو، اینو در واقع منحصر کردن به یک کودتای پایگاه به نام پایگاه نوزه. این برای کوچک کردن این کسانی که در پایگاه، حتی خود من در پایگاه مثلا هم شارک بودم که بعدا اسمش کردن پایگاه نوژه، کنم چند 8 نفر ادام شدن، ولی در پایگاه تهران حدود 50 نفر، در پایگاه دیگه حدود 20 نفر شرکت داشتن. این میخوام بگم که یک جمعیت کلی همگیر کاری که اینا کردن اینو کوچکش کنن، تعمیمش بدن به یک پایگاه هوایی، زمین که اینو کودتا لقب کن، که امروز هم متاسفانه اشتباه نام میبرن به عنوان کودتای نوژه، در صفحه قیام نوژه هست، قیام مذهب هم قیام 18 تیر سازمان نقاب هست، نبرد قیام ایران بزرگ. این سازمان این کار کرد، نه نوژه در شرکت داشته، نه نوژه یک افسری بود حزب اللهی بود که در جریان کردستان حرفش زده شد و اسم پایگاه به نام اون گذاشتن، رفت به این جریان نداشته. این برای کوچک کردن این حرکت در واقع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این کار کرد، تنظیم سعی کرد جاش بندازه. ما هم سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم به مردم رو آگاه کنیم، بگیم که این اشتباه است و این نام رو به کار بردن صحیح نیست. و خب بالاخره به نظر من امروز من خیلی یار میبینم که از نسل جوان امروز دنبال این جریان رو گرفتن، دارن پیگیری میکنن، تماس میگیرن، سوال میکنن و بندم با تمام میل در خدمتشون هستم. من تنها کسی نیستم که از این واقع جان سالم به در برده، هستم دوستان دیگری هستن که نمیخوان زیاد جلوی این جریان باشن. منم به هر حال از موقع که آمدم فعالیتم و از پاریس که شروع کردم، بعد از اون که در مطابق اختیار بود، بعد که اومدیم بیرون و این چیزا بینا، همطور من در واقع فعالیت سیاسی خودم را انجام دادم. و حالا به هر حال میگم دوستان میگم هستن که جان سالم به در بردن و
من نمیخوام در واقع الان اسمشون بخش بشه چی مثلا یعنی موقعیت هدف این بود که چند نقطه رو یعنی من در محاکماتی که بود سرتیب در تیمسار آیت محققی خلبان آیت محققی و بقیه که صحبت میکردن ناصر رکنی خلبان ناصر رکنی روانشون شاد و بقیه خیلی روی این نکته تأکید داشتیم که ما هدفمون این بود که حداقل خسارت به مردم بیاد و هدفهای مشخصی داشتن مثل خانه یا بیت آیت الله خمینی در شمال تهران و جاهایی مثل اون مراکز قدرت رو به اصطلاح در تهران به اصطلاح بمباران کنن چون این بود یا غیر از این تمام هدفهایی که ما داشتیم استراتژیک بود هیچ گونه هدف مردمی نبود زدن به مجلس شورای ملی بود که مرکز ارتباطات موقع کمیته ها بود بازه سپاه باستان رو دستگیر شده ولی هنوز جرای افتاده بود ضرر بر جماران بود اون رو در واقع دوت خربان معمول بودن اونجا رو بزنن شاید کاموکازی هم میزنن ضرر یعنی کاموکازی یعنی خودشون کشته میشدن نیست؟ بله به خاطر جایی که قرار گرفته از زاویه که حمله میکردن با مفریک میزدن ولی که خودشون را هم میذارن در هدف که خاطرشون جمع شه هدف منحرم شده این ورکشی کردن که دو نفر انتخاب شدن و این مثلا چون همه میخواستن اون رو بزنن حالا شما حساب شد همه میخواستن بیت آقای خمینی رو بزنن و ورکشی کردن هست که چه کسانی بودن چه کسانی بله هست که چه کسانی بودن بله بله یکی شادروان زادی آنگیری بود که اعدام شد یکی دیگه حمید نعمتی بود که بعدها حدود چند سال پیش در قبرس اون رو بودن و ایران بردن بله اینا دوتا مأمور هدف بودن بعد حرف با جنوب کاخ نیاوران بود که مرکز سپاه پاسداران بود که تعلیمات سپاه پاسداران دیگه به جنوب واقع منظریه بود که تعلیمات چریکی سوریا و فلسطینی ها اونجا بود هدف ها ما از این گونه هدف ها بود هیچ کنم هدف مردمی نداشتم من اطلاع تا اونجا که میدونستم حدود 48 سال برنامه تلویزیونی برای مردم تهیه کرده بودن که مردم رو سرگرم کنن که نیازی به چیز نداشتن حتی برای آذوقه بیمارستان به صورت سیار به مردم کمک بکنن تا بتونن ظرف 48 ساعت همه چی رو روبراه بکنن این کارها بود که در واقع در پیش داشتن و انجام میشد این کارها کارهای در واقع یک حرکت نظامی نیست کودتا نیست این کار کار انقلابی است و یک کار در واقع جنبشی است که جریانات مختلف در شکل میکنن از نظر همون رسوندن پزشکی آذوقه کسانی که ظرف اونجا لایستات ندارن و در واقع برنامه تلویزیونی که اصلا تهیه کرده بودن حدود دو روز که مردم بتونن در واقع سرگرم باشن یا خبرها بهشون برسه و پای تلویزیونشون نشسته باشه. من بود بزرگی داشت. به هر حال خیلی درش سازندگی داشتم و کار کردم. زحمت کشیدم. حدود 14 ماه واقعا زحمت کشیدم. سرهنگ بنی امری که در واقع خالق این طرح بود رو شاد باشه که چند پیش در براسر سرطان در انگلستان خود کرد خب این زحمت کشید که ریشی گذاشته بود و با اوورکوت های شکل اون موقع باید وانتوار این بر به اون بر می رفت در نقطه های ایران و همه رو به همدیگه بست می کرد و واقعا زحمت خب از این چیز کشید و رفت خیلی ها کمک کرده بودم کتاب سرهنگ بنی عامری که اشاره کردن کتاب نقاب هست بینندگان عزیز کسانی که مایل هستن این بخش از تاریخ معاصر ایران رو در مورد نقاب و آنچه که قیام نامیده شد قیام افسران نیروی هوایی زمینی و غیر نظامیان برای براندازی حکومت برآمده از انقلاب مطالعه کنن میتونن از طریق اینترنت این کتاب رو خریداری کنن نوشته سرهنگ بنی عامری
نیروی زمینی آیا نقشی داشت؟ کسانی رو شما در نیروی زمینی داشتی؟ چون که افسرانی رو هم از نیروی زمینی اعدام کردن، مثل براتی ها که در خوزستان و در کنار رودخانه کارون تیرباران کردن. بسیار بود، بزرگ بزرگش نیروی زمینی بود. این جریان به دلیل گستردگی نیروی زمینی در سراسر کشور و خب ما چیزهایی که داشتیم شاید الان خیلی رو زنده هستن، نمیتونم اسامیشون رو بگم، ولی تیپ های مختلفی بودن در سر تا سر ایران و لشکر، لشکر نهتو زرهی احواز که قبضه الان چسکی فرق کرده تقریبش سرنگ بهرامی و بعد سرنگ از نورالی معاونش بود که اینا جزو جریان قیام بودن که سرنگ از نورالی در ترکیه ترور شد و سرنگ بهرامی هنوز زنده است. نمونه های داشتیم تیپ هوا برد شیراز، نشیر افتاد افتی زرهی خراسان، تیپ خاش، ولی بدان که توی مسئله شرکت داشته این تعدادی که لو رفت قطری از یک دریاست، این تعدادی که لو رفته قطری از یک دریاست. این خدمت رو خیلی بزرگتر از بود آدش بسترده بزرگ. و غیر نظامیانی که اعدام شدن مانند بانو رکنی مادر خلبان ناصر رکنی؟ بله بله، اون خانم پروین، خانم آزیتات، خیلی بودن که اعدام شدن که در واقع خونه تیمی ما در تهران اونجا بود، از منظر اون خانم استفاده بود. مصاحبه یا دادگاه هایی که در طریق شبکه تلویزیونی به تصرف انقلاب در اومده در اون زمان پخش شد، سخنان مادر خلبان رکنی، بانو رکنی وجود داره؟ در دسترس عموم ظاهرا نیست بخش بزرگی از این سخنان و محاکمات آنچه که در دادگاه های حکومت انقلابی با از جمله مدیرانی مانند سعید حجاریان و شکنجگرانی که باز هم با مدیریت کسانی مانند سعید حجاریان، بخشی از این گفتگوها بخش بزرگیش هنوز در دسترس تاریخ نیست، تاریخ نویسان نسل جوان ایران نیست، اما اونچه که هست میتونن مراجعه کنن، روی جستجو کنن و بیابن و از طریق دنیای مجازی اینترنت، کیفیت چندان خوبی نداره اما دیدنی هست از نظر تصویری کیفیت رو من میگم. اما آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت بعدها پس از ترک ایران ادعا کرده که باعث شده، چون چندی بعد جنگ ایران عراق آغاز میشه، باعث شده که جلوگیری کنه از اعدامهای بیشتر و آزادی چند و چندین خلبان. این ادعا تا چند اندازه درسته؟ حالا من نقش آقای بنی صدر رو به عنوان رئیس جمهوری که در واقع کاری باشه نمیبینم. بنی صدر هیچ کاره بود به نظر من، فقط یک تایتل به عنوان رئیس جمهوری به داده بودم. خیلی چیزای مجهولی هم در مورد هم قیام گفته بود از زبان دیگران که این آقا خودش اگر رئیس جمهور بوده بالاخره یک وزارت اطلاعاتی داشته که باید بریفش کنه این مسائل چگونه بوده چگونه نبوده، لاقل اطلاعاتی نسبت به اون جریان داشته باشه. ایشون خیلی بی اطلاعه به نظر من، ازش استفاده نمی کردن، دور دستش نبوده، خودش هم نمیدونه کجا بوده، بعد یک اسم رئیس جمهوری داشته و بس. چیزی دیگر نه سابقه ای داشته که کاری کرده باشه که به کار در واقع مبسوطی باشه که بتونه چه میدونم چی بگم فرماندهی بکنه، حالا دیگه در جنگ میاد فرمانده جنگ هم میشه، فلان هم میشه. این کارا کار هر کس نیست که بیاد از را برسه فرمانده جنگ بشه، که لباس نظامی بپوشه که فیلم بیاد یا فیگور بخواد بگیره که این مثلا همراه. این هم به نظر من جز تبلیغات غلط چیز دیگری نبود و ایشون هم به هیچ وجه به نظر من نه صلاحیتش داشت نه صلاحیت رئیس جمهوری داشته بتونه کنه. من اصلا بعید می‌دونم، چون صحبتی که از ایشون شنیدم جز مسائلی که اصلا ربطی به هیچ نداره و خیلی 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 بچگانه است
واقعا جز اون چیز دیگر نبوده. به هر حال من اصلا به ایشون اشاره نمی کنم چون صلاحیت ایشون رو توی این مسئله اصلا دخیل نمی بینم. مأمور سفارت شوروی اون زمان که بعدها به لندن پناهنده شد، به اروپا پناهنده شد، همون زمان اعتراف کرده بود که سفارت شوروی نقش داشته در آنچه که لو دادن قیام 18 تیر بوده یا به گفته حکومت کودتای نوژه نقش داشته از طریق حزب توده و نفوذی که کرده بود. تا چه اندازه این درست هست نیست بحثی است، ولی آیا خود این حرکت مورد حمایت نیروهای خارجی یا دولت‌های خارجی هم بوده، اونطور که حکومت سعی کرده وانمود کنه که چنین بوده؟ نه خیر، به هیچ وجه چنین نبوده. ما به کبیر حرکت ملی بود، فقط و فقط در داخل کشور بود. ما هیچ تماسی با هیچ دولتی نداشتیم، چون میدونستیم که تماس با هر دولتی باعث لو رفتن این جریان خواهد شد، به دلیلی که اینجا در این مسائل در واقع خواستهای ملی ما ممکن با خواستهای کشور دیگه متفاوت باشه و هر کس هم نمار منافع خودشه. در واقع منافع ما ایجاب کرد که با کسی تماس نگیریم، با هیچ دولت خارج نیازی نداشتیم با کسی تماس بگیریم، چون کسی نبود که بخواهیم پول بهش بدیم، پول نبود که بخواهیم به کسی بدیم و اصلا نیاز به این چیزا نبود. واقعا در کشور خودمون بودیم، از جیب خودمون خرج کردیم، اگه لازم بود همیشه گذاشتیم که آمدیم دیگه هر صورت، ولی نیازی نبود که به کشور خارجی تماس بگیریم. اونطوری دیگه اون حرکت ملی نمیشد انجام میشد، اون موقع دیگه میشدیم دنبال رو منافع دیگران، ولی ترجیح دادیم که منو بر سر منافع خودمون، بر سر ایران آیندهمون بمونیم و اون روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود بالاخره به اینجا رسید، معلومه کجاست. البته ما تو این بعدش نمیتونستیم در واقع در نظر بگیریم که این کارها رو خواهد کرد، این همه تیشه به ریشه این مملکت خواهد زد، چه از نظر تاریخی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر صنعتی، هر چی در هر بعدی که بخواد بگیم. ولی اون موقع میتونستیم این روند رو بگیم که اینها لیاقت حکومت در ایران رو ندارن، لیاقت ایرانی بودن رو ندارن، اینو خیلی واضح میتونستیم بگیم. شما افسر نیروی هوایی ایران، خلبان نیروی هوایی ایران و خلبانان دیگر، ایرانیان دیگر از نیروی هوایی، نیروی زمینی و غیر نظامی بران شدید که حکومتی رو که شایسته ایران نمیدونستید و مردم ایران و دارای لیاقتهایی برای اداره کشوری مانند ایران براندازید. این چهر موفق نشد، به اعدام بسیاری انجامید. 39 سال بعد از چنین روزی که اگر موفق میشد میتونست احتمالاً مانع رویدادهای بعدی پس از 18 تیر ماه 1359 بشه. اما 39 سال بعد شما ایران رو رو به کجا میبینید؟ ایران داره به کجا میره؟ آیا عنوان یک افسر دور از وطن در چون این شرایط بسیار خطیری دست به اقدام زدید و جان خودتون رو به خطر انداختید در زمانی که اکثریت مخالفین امروزی در کنار حکومت بودند، امید شما به آینده چه هست؟ آیا امیدوار هستین ایران به جایی که شما میخواستید برسه؟ ببینید جناب چلنگی، تاریخ این مملکت فرازنشیب‌های زیادی داشته. من فکر کنم موقعیت‌های بدتر از این هم داشتیم در تاریخ. ولی این ملت از خاکستر خودش بلند شد. همواره این کار کرده و تاریخ ساز بوده. شکی ندارم دوباره همین کار خواهد کرد. این روند پایدار نخواهد بود. این روند به جایی نخواهد رسید. این روند جز نابودی ایران چیز دیگر رو بر نخواهد داشت. نابودی ایران با ایرانی با همدیگه منسجمه. فرقی نمی‌کنه. در نتیجه من به نظرم باز ملت به پا خواهند خواست. امروزه شاید 75% نیروی
که در ایران هست جوانانی هستند که زیر سنین 35 سال رو دارن. خب این یه شگفتیه، یه بزرگی در واقع یک گنجینه است برای یک مملکتی که با تمام این نارسایی ها بخواد قدم به عرصه یک حرکت ملی و بعد یک جریان بین المللی از نظر اقتصاد و دیگران بگذاره. این بزرگترین گنجینه است. من فکر میکنم این ملت در واقع سه سوار این حکومت نمیدونه خودش رو، خیلی برتر از این مسائل هست و رفته رفته بلند خواهد شد و در واقع این حکومت رو سرنگون کنه. من این امیدوارم که جنگ هم پیش نیاد، چون جنگ واقعا زیر ساختای مملکت رو از بین بره و اون چی که در واقع هست رو نابود خواهد کرد. در نتیجه امیدوارم که جنگی پیش نیاد و قبل از اون خود مردم بتوانند تبسیم خودشون رو نسبت به حکومت خونخوار در بالای سر اون هست بگیرن. یک حکومت دوست جاهل، یک حکومت در واقع بی آبرو در سر تا سر دنیا، نتیجتا این شایسته حکومت بر هیچ ایرانی نیست. سپاسگزارم از شما. اما آقای بیت‌اللهی عزیز، اگر همین جوانان بخوام با شما تماس بگیرن امکانش هست؟ بله، قربان، من در فیسبوک هستم، در توییتر هستم، در اینستاگرام هستم، تلفن من هستش، همه جا من همیشه در خدمتم هست، هیچ چیزم باقی ندارم. خیلی خوشحال میشم که تماس بگیرن در هر موقعیتی که هست باشون صحبت. در حزب مشروطه هستم، در واقع عضو حزب مشروطه ایران هستم، نشستن از اون طریق هم میتونم تماس بگیرم. خیلی خوشحال میشم. سپاس بسیار داریم از شما که با ما بودید، با بینندگان ما بودید. امید دیدار در برنامه‌های آینده. با سپاس از شما سروان خلبان، خسرو بیت‌اللهی، از اعضایی که جان سالم به در برد در رویداد و آنچه که قیام نوژه خوانده شد، قیام 18 تیر خوانده شد و حکومت اون رو کودتای نوژه خواند. اشاره کردم جزئیات بیشتر رو در کتاب نقاب میتونید ملاحظه کنید که تصویرش رو روی صفحه تلویزیون میبینید و این کتاب رو چون شما مایل باشید خریداری کنید. نوشته سرهنگ بنیام. با سپاسی دوباره از خلبان بیت‌اللهی گرامی. پی میگیریم تفسیر سپاس از شما پی میگیریم تفسیر خبر رو و رویداد دیگر 18 تیر 1378 آنچه که جنبش دانشجویی نامیده شد علیه حکومت برآمده از انقلاب، دانشجویان با حمله به کوی دانشگاه تهران در امیرآباد شمالی این جنبش آغاز شد و اندکی بعد چند روز بعد سرکوب شد با زندانیان بسیار، کشته شدگان و مجروحان در تهران و شهرهای دیگر. تا لحظاتی دیگر. هجده تیر ماه 1378 جنبش دانشجویی، آنچه که از کوی دانشگاه تهران در امیرآباد شمالی، خیابان امیرآباد شمالی تهران آغاز شد، به گوشه و کنار تهران کشیده شد و شهرهای دیگر و تا روزهای دیگر نیز ادامه یافت، به ویژه در 19 تیر ماه همان سال یک روز بعد. با من و شما هستند آقای سعید بشیرتاش، دکتر سعید بشیرتاش، دندان پزشک و از شرکت کنندگان و فعالان در جریان جنبش 18 تیر 1378 خورشیدی. خوش آمدید آقای بشیرتاش. درود بر شما آقای چلنگی عزیز و همه بینندگان گرامی.
آقای بشیرتاش، شما در 18 تیر 1378 عملا فارغ التحصیل بودید و مشغول کار و چه میکردید در اون ایام؟ چون اسم شما جزو کسانی هست که در اون روزها فعالیت بسیار داشتین جنبش دانشجویی. بله، ببینید، من اون موقع دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودم. خب فعالیت بسیار زیادی داشت اون موقع سازمان جوانان حزب ملت ایران، البته تا پایان 18 تیر بعد از اون، بعد از اینکه به خارج کشور آمدم ارتباطاتم قطع شد. بعد از کشته شدن فروهرها داریوش و پروانه فروهر در 1 آذر ماه 1377 که تنها چند ماه پیش از 18 تیر بود، خب جو عمومی بسیار ملتهب شده بود. مردم در خاکسپاری و همینطور در چهلمش به خیابان ها اومده بودند و فشار اجتماعی روی حکومت زیاد بود. حکومت برای اینکه ضربه شستی نشون بده به مردم و به خصوص به دانشجویان که میشه گفت هسته مرکزی مقاومت ها در اون زمان و فعالیت سیاسی در اون زمان بود، در روز 18 تیر خب آمدند و به خوابگاه حمله کردند و خشونت زیادی به خرج دادند و صدها دانشجو به شدت مجروح شدند، بستری شدند در همون بیمارستان شریعتی که نزدیک آنجا بود. و البته که دانشجوها کوتاه نیومدن، یعنی اون حمله که شب یعنی 18 تیر که انجام شد در حدود ساعت 11 و نیم شب تا حدود صبح که ادامه داشت، اینگونه نبود که دانشجوها به طور کامل تسلیم بشن، به گونه ای که در حوالی صبح 3 تا از سربازانی که به هر حال در اون سرکوب دست داشتن تو خود خوابگاه مونده بودند، دانشجو تونسته بودن اونا رو بگیرن و البته بعدش آزاد کردند. ولی همونجور که شما گفتید، از روز 19 تیر بود که دانشجویان دیگر دانشگاه ها و همینطور دانشکده های مختلف دانشگاه تهران آمدند. یک مراسمی بود در ابتدا روز شنبه 19 تیر جلوی دانشگاه تهران. خب همه دانشجو با هم بودند، برگزار کنندش دفتر تحکیم وحدت بود. ولی بعد از ظهر که به خیابان ها رسید این تظاهرات، از خوابگاه دانشجو شروع شد. بعد از ظهر شنبه بعد از ظهر 19 تیر و به خیابان فاطمی و از اونجا به بولوار کشاورز شروع شد. از این خوابگاه چند صد نفر بیشتر نبودن که راه افتادند. به حدود میدان فاطمی که رسیدن حدود 1-2 هزار نفر بودند، ولی همینطور آهسته آهسته بیشتر شد. یه چیزی تا حدود 10 شب طول کشید. در حدود 10 شب میشه گفت اون زمان گمان زنی ها بر تعداد حدود 50 هزار نفر از مردم در اون تظاهرات دلالت میکرد. و چیزی که بود این بود که مردم میمیدن دانشجو آمدن تظاهرات کردن، به خیاب به صفحه این تظاهر کنندگان میپیوستن و شعارها به طور کامل عوض شده بود. یعنی شعارها به طور کامل کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته بود، خواهان برکناری جمهوری اسلامی و برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق شهروندی بودن. شعارهاشون رو که بالاخره اون زمان اگر یادتون باشه، مثل قاتلین فروهر زیر عبای رهبر، یا علی فلاحیان سرکرده جانیان، یا آزادی اندیشه باریش و پشم نمیشه، برای شعارهایی بود که کلیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته بود. یک مؤلفه‌ای که به حال داشت این جریان از روز شنبه بعد از ظهر، این مؤلفش 3 تا مؤلفه اصلی داشت. یکیش ایرانگرایی بود که در شعارها مشخص بود، دیگری برقراری یک دموکراسی بود و همینطور سکولاریسم، چون به شدت شعارها علیه حکومت دینی هم داده میشد. به شکلی میشه گفت از شنبه بعد از ظهر کاملا مهار تظاهرات از دست دفتر تحکیم وحدت در رفته بود. برای همین از روز یک شنبه کاملا این دو جریان، دفتر تحکیم وحدت از یک سو و دانشجویان از سوی دیگر، در مقابل هم قرار گرفته بودند. یعنی یک انگشت اتهامی هم متوجه تحکیم وحدت شده بود که حرکت محافظه‌کارانه ای داره، اینطور نبود؟
بله ببینید، از روز یکشنبه بعد از ظهر که دیدن کنترل در دست خودشون نیست و شعارها کلیت نظام رو هدف قرار داده، اینا گفتن که خب ما در دانشگاه بمونیم و در دانشگاه ها اعتراضات صنفی خودمون رو داشته باشیم. چند تا درخواست صنفی داشتند و میگفتن که ما روی این درخواست صنفی باید تکیه بکنیم، در حالی که اکثریت دانشجویان به شکلی خواهان یک دیگرگونی کامل بودند، یک گفتمان کاملا نوینی رو برای اون موقع داشتن ارائه میکردن و در اینها نتونستن برای دانشجو رو مهار کنن. دانشجو میشه گفت تقریبا به سه دسته شد، یک سری اکثریتی که میخواستن به خیابان ها بیان علیه نظام شعار بدند، یه اقلیتی که خود دفتر تحکیم وحدتی ها بودن و یک سری هم که واقعا گیج مانده بودن بین این دو دسته، نمیدونستن، هنوز تمایلاتی به خاتمی داشتن ولی از سوی دیگر میدیدن که دانشجویان به حال حرفشون درسته در مورد اینکه حکومت دینی باید بره و این وسط مانده بودن چه بکنند. اختلافات از همون روز یک شنبه شروع شد و اتفاقا از همون زمان بود که مشخص شد که این قیام شکست خواهد خورد، برای اینکه طرفداران خاتمی، دفتر تحکیم وحدت به شکلی از دانشجویان کنده شدن و متاسفانه در اون زمان حتی مسئولان دفتر تحکیم وحدت با مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی هم در ارتباط بودند و به شکلی در همکاری با آنها در جلسات اونها شرکت میکردن، در شورای امنیت در وزارت کشور شرکت میکردند و همینطور با مسئولان خود جریان اصلاح طلب که اون موقع بهش میگفتن دوی خرداد و خط رو از اونها میگرفتند. کار به اونجا رسید که اعلام براءت کردن از دانشجویان از دوشنبه بعد از ظهر، از دوشنبه اینها اعلام براءت کردن که میشد 21 دوشنبه بعد از ظهر و حتی اعلام کردن که در تظاهرات 23 چهارشنبه 23 که روحانی اونجا سخنرانی کرد شرکت خواهند کرد. تظاهرات 23 تیر ماه تظاهراتی بود که برای اینکه نسل جدید بدونه شبیه نوه دی بود، یعنی آمده بودند و به شکلی علیه مردم، علیه اون قیام، حزب اللهی ها، چماقداران، نیروی انتظامی شرکت داشتن. در مورد خود سرکوب بخوام بهتون بگم، از روز دوشنبه بعد از ظهر سرکوب شروع شد به دستور شخص محمد خاتمی و اون زمان شورای نگه دبیر شورای امنیت ملی هم حسن روحانی بود و تا از دوشنبه بعد از ظهر تا سه شنبه شب به طول انجامید، بیش از 24 ساعت تا اینکه دونستن دانشجویان رو که بخشی از شهر تهران در غرب تهران رو در بالای دانشگاه تهران، پایین خوابگاه، اینور خیابان ولی عصر، اینور امیرآباد، به شکلی دست مردم افتاده بود از شنبه بعد از ظهر تا دوشنبه بعد از ظهر. اینها حمله کردند، حتی نیروها رو از شهرهای دیگه آورده بودند، حتی قالیباف که کاندید ریاست جمهوری بود در اون زمان فرمانده نیرو هوایی بود، خودش گفته بود که ترک موتور نشسته بود با چوب دانشجو رو میزد. خب نکته این هستش که این یک بسیار جنبش خودجوش بود، یعنی که یک سازماندهی و برنامه ریزی براش وجود داشت و اگر این بود چه کس و چه سازمان و چه تشکیلات؟ نه، یک خودجوش بود. اول از همه این که این سرکوب که رخ داد، خب دانشجو مقاومتی کردن. از روز شنبه گفتم دفتر تحکیم وحدت خاص به شکلی در تضادی که با جریان اون زمان احرال محافظه‌کار بهش میگفتن یا جناح راست اون موقع بهش میگفتن، از این حرکت استفاده کنه ولی از کنترل خارج شد. در اون زمان بزرگترین نیرویی که نقش داشت در قیام دانشجویی و در رهبریش سازمان جوانان حزب ملت ایران بود و همه شعارها در اون زمان از شنبه بعد از ظهر تا دوشنبه بعد از ظهر و حتی سه شنبه توسط این سازمان جوانان حزب ملت ایران ارائه داده می شد. البته که اعلامیه‌هایی از وزارت اطلاعات سه شنبه بعد از ظهر شروع کرد دادن و به شکلی اون زمان نه ماهواره‌ای بود نه اینترنتی بود، ولی به شکلی میشه گفت بسیاری از داستان‌ها یا بر اساس روایات اعلامیه‌های وزارت اطلاعات، اون چهار تا اعلامیه‌ای که دادند
بنا شده چون موقع اطلاعات بیشتری نداشتن، یا بر اساس داستانی که آقای تاجزاده که اون موقع معاون سیاسی وزارت کشور بود داده شد، ولی واقعیت امر بسیار متفاوت بود از این روایت وزارت اطلاعات و همینطور روایت آقای تاجزاده. و جالب اینه که ما میبینیم که روایت‌های عجیب و غریبی در حتی بعضی از این شبکه‌های فارسی زبان خارج کشور الان داره صورت میگیره و به شکلی در یک جا دفتر تحکیم وحدت رو عامل اصلی میدونن، در جای دیگه نیروهای دیگه رو. ولی در کل میتونم بگم این خودجوش بود. علت این که اون شعارهای هم که ما مطرح میکردیم و یا پوسترها، صدها پوستر برای در اون زمان داریوش و پروانه رو ما میان جوانان پخش کرده بودیم، علت این که این شعارها گرفت و این پوسترها برای مورد استقبال قرار گرفت این بود که در آن زمان داریوش و پروانه فروهر که به تازگی کشته شده بودن نماد مبارزه با مخالفت با کلیت نظام بودن، نماد یک مطالبه حکومت سکولار بودند و این پایگاه داشت در میان جوانان، خاص مورد علاقه مردم بود و برای همین شعارها تونست بگیره، در حالی که دفتر تحکیم وحدتی که مورد حمایت حکومت بود و یک سازمانی بود برای متشکل و حکومت ازش دفاع میکرد به هیچ از شعاراش مورد استقبال قرار نمیگرفت. شما بازداشت شدید؟ من پنهان شدم. من همسرم بازداشت شد، پدرم بازداشت شد. پدرم رو 70 سال داشت، در تظاهراتم اصلا به هیچ وجه شرکت نکرده بود. آمدند خانه من رو بگیرن، من نبودم، پدرم رو بردن و بازداشتگاه توحید و انفرادی نگهش داشتن و همینطور همسرم رو هم دستگیر کردند و اون رو هم بردن بازداشتگاه توحید، اون هم زندانی بود. من باز پنهان بودم تا شهر، تا آبان 78 و اون موقع آمدم به سوی ترکیه. اما بسیاری از، ببینید، روز سه‌شنبه ما آماری که داشتیم بالای 1500 نفر، فقط خود دادستانی گفت که دستگیر شدن، خود دادستانی دادگاه انقلاب در اون روز بیش از 1500، ولی آماری که ما داشتیم صحبت از حدود 4000 بازداشت میکرد که البته خب بعضشون سریعا آزاد شدند، ولی بازداشت ها بسیار گسترده بود. از جمله به هر حال رهبران حزب ملت ایران هم دستگیر شدند و همینطور برخی از اعضای سازمان جوانان یا هوادارانش، همینطور بخشی از فعالان سیاسی از بقیه طیف های مخالف جمهوری اسلامی. اشاره کردند آقای دکتر سعید بشیرتاش که همسر ایشون بازداشت شدند. در برنامه دیگری من گفته بودم همسر آقای دکتر بشیرتاش خانم دریا صفایی هستند، خانم دکتر دریا صفایی، که همچنان در خارج از ایران هم در مسیر حقوق زنان و در اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی در آغاز یک تنه آغاز کردند با حضور در بسیاری از رویدادهای بین المللی از جمله المپیک در برزیل و جای دیگر با پرچم شیر و خورشید و توجه جهان را به این موضوع جلب کردند. بازداشت در ایران به خاطر آزادی خواهی و راهگشایی دموکراسی برای شایستگی ها و رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس در بلژیک، بانوی ایرانی خانم دکتر دریا صفایی. سپاسگزار هستیم آقای سعید بشیرتاش عزیز، با سپاس از شما. منم سپاسگزارم آقای چالنگی عزیز و همینطور از همه بینندگان که این برنامه رو دنبال کردند. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه ایرانیانی در راه ایرانی بهتر، فردایی بهتر، تأمین آزادی های اساسی برای مردمان ایران تلاش کردند، به زندان رفتند، جان خود را از دست دادند و برای زندگی بهتر برای کودکان ایرانی، نسل‌های آینده ایران چنین کرد. تقدیم به آنان که زنده‌اند، آنها که رفتند و روانشان همواره شاد. با سپاس از شما عزیزان که همراه ما بود. امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز
سند و سبلان آسماری کوساران دنادرا کلوند کو زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.